و برابر با یک شنبه 12 مرداد 1393 کنیم. جز جانب دل به دل نیاییم، یک لحظه برون دل نپاییم، ماننده نای سربریده بیبرگ شدیم و با نواییم. همچون جگر کباب عاشق، جز آتش عشق را نشاییم. عشقیم آفتاب ذره ما، ای عشق برای تا براییم. بله، خدمت شما عرض کنم که امروز 26 روزه که تجاوز ارتش اسرائیل به مردم بیدفاع غزه انجام شده و به گزارش سازمان ملل متحد 300 تا کودک در این میان کشته شدن. تعداد غیر نظامیان کشته شده فلسطینی 800 نفره و در حالی که تعداد غیر نظامیان کشته شده اسرائیلی تنها 1 نفر. در حال این آمار به خوبی نشون میده از یک تجاوز نابرابر و البته در این شرایطی که آدم ها در تمام دنیا از جمله کامیونیتی ایرانی، جامعه ایرانی در کانادا مرزبندی میکنه، یک سریشون با سکوتشون، یک سریشون با موضع‌گیری هاشون، هر کسی به اندازه توانایشون در یک جبهه حق و باطل میستند. در حال هر گونه که بخوایم ما تصور بکنیم، یک جنگ نابرابرانه است که مردم عادی قربانی اون هستند. در هر حال اینی که در کانادا دو حزب اصلی، یعنی حزب محافظه‌کار که همیشه آشکار از اسرائیل و سیاست‌های نقض حقوق بشر اون دفاع می‌کنه، thank you Stephen, it was great. و حزب لیبرال که عموما غیر علنی از اسرائیل همیشه دفاع کرده، ولی این بار آقای جاستین ترودو ناعادلانه یک طرفه از نقض حقوق بشر و تجاوز اسرائیل حمایت کردن. البته همشون هم این رو میگویند که حق دفاع برای اسرائیل رو محفوظ میدارن. خب یک واقعیتی، ولی واقعیت اینی که اگر به کسی تجاوز بشه، چه کسی مقصر اصلی است؟ و در حال این رو متاسفانه دوستان میخوان ندیده بگیرن و در حال اینکه اسرائیل هیچ کدوم از قطعنامه‌های سازمان ملل رو تا کنون در این مدتی که کشور شده در اون منطقه نپذیرفته و در حال و به هیچ وجه هم طرفدار صلح نیست. حال در حال برگردیم به جامعه ایرانی و جامعه ایرانی خدمتتون عرض کنم که در حال جامعه ایرانی هم مثل بقیه جوامع به طرفداران اسرائیل و مخالفان اسرائیل تبدیل شده و به تبع در زمینهای اینجا هم حضور عینی داره، کمان که در تظاهراتی چند هزار نفری که شنبه 26 جولای برگزار شد گزارشش رو دادیم، یا اینکه چهارشنبه 30 جولای برگزار شد، خب تعدادی از ایرانی ها هم شرکت داشتن علیه نقض حقوق بشر اسرائیل و کشتار مردم بیگناه مردم غزه، در این حالی هم که مرزبندی های با حاکمیت در ایران داشتند. این برنامه هم که امروز هست ما فقط اطلاع رسانی میکنیم، قضاوت با شما عزیزانه که میتونید با توجه به داده هایی که هستش و من میگم و همش هم مستنده قضاوت بکنیم. در حال نگاه برنامه امشب ما هست نگاهی به روند ارتباط آقای رضا مریدی با
اسرائیلی ها و لابی اسرائیل در کانادا، و به تبع در کنارش هم نگاهی خواهیم داشت به خود حزب، در حاشیه‌اش به حزب لیبرال، تا ببینیم که شما عزیزان چه نظرید. دعوت می‌دونید که تلفن ما از 416-847-2337 همیشه آماده است و طول برنامه که الان زنده هم هست میتونید زنگ بزنید، ولی بعدش هم میتونید پیام بگذارید، خوشحال میشیم. همچنین راه حل تیوی از gmail.com یا توییتمون از راه حل تیوی هستش که میتونید نظراتتون رو بدید و ما خوشحال میشیم که نظراتتون رو داشته باشیم، انتقاداتتون رو داشته باشیم، اگر اشتباهی هم شده تصحیح هامون رو داشته باشیم. و خدمت شما عرض کنم که در کانادا شما علیه همه میتونید حرف بزنید، علیه نخست وزیر، ولی علیه اسرائیل هر کسی نمیتونه حرف بزنه و در حال یک خط قرمز توی اینجا اینه که در حال ما شکر خدا رو میکنیم که اینقدر استقلال داریم و اینقدر وفاداریم به آرمان‌های صلح و ارزش‌های مردمی و حق و باطل که در حال در اینجا از عافیت طلبی دوری می‌جوییم و به بیان حقایق می‌پردازیم. خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید شروع کنیم با سخنانی از آقای نتانیاهو. در اپریل 2008 آقای نتانیاهو مصاحبه‌ای می‌کنه با معارف چاپ اسرائیل، میگه 9/11 برای اسرائیل منفعت داشت زیرا افکار عمومی آمریکا را به نفع اسرائیل تغییر داد. چند روز بعد می 13 2008، آقای رضا موریدی در 60مین سال استقلال اسرائیل با حضور نخست وزیر محافظه‌کار و طرفدار جنگ کانادا آقای هارپر در تورنتو شرکت میکنه. یک مقاله هست در جویش دیلی فوروارد اشاره میکنه به تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران در یک قانون طرفدار اسرائیل به قلم نیتن گاتمن، پابلیش در می 13 2008. می نویسه ایران سانکشن بیل لنگویش این سنت، میگه که این قانونی که در سنای اقان طرفدار اسرائیل که تحریم ها رو علیه ایران قوی تر میکنه انجام شده. این سال 2008 میرسیم به سال 2009. یادمون باشه آقای موردی سال 2007 به مجلس انتخاب شدن و در هر حال نکته ای که هست هیچ کدوم از اینها در به زبان فارسی نیست، در هیچ کدوم از رسانه های اصلی کانادایی نیومده، همش منابعش منابع یهودیان و اسرائیلی های کاناداست یا خارج از کانادا هست. من از اونها نقل قول میکنم، سرداش هم خدمتون تقدیم میکنم. این سالهای آخر البته دو تا نشریه طرفدار آقای موریدی، شهروند و سلام تورنتو، هیچ کدوم از این مطالب رو ننوشتن. در چند سال گذشته که صفحه‌ای بودش در شهروند به نام آقای رضا موریدی چه میکنند، در این هفته چه میکنند، و هیچ کدوم از اینها توی اونجا منتشر نشده که در حال اینجای سوالی است که در حال شما بایستی پاسخش رو بدید. واقعا اگر کسی اگر کاری میکنه و ببینید اصلا محافظه‌کار با افتخار از اسرائیل حمایت میکنن و همه جا علنی میگن جزء سیاست های حزبشونه و افتخار هم میکنن ازش، بنابراین خیلی راحت تر میشه با اونها گفتگو کرد یا موازهشون رو شناخت. نه هیچ کدوم از اینها در سایت آقای موریدی یا نوشته هایی که روزنامه هایی که داشتند
نبوده. در سال 2009 در جون 9 2009 آقای رضا مریدی در کنفرانس دو روزه در مورد هولوکاست در تورنتو شرکت میکنه که آقای جیسون کلی وزیر محافظه‌کار هستند و وزیر مهاجرت اون موقع بودن و یک 900,000 دلار هم نیست که کمک میکنن به اینکه این آموزش پرداخته شه. البته خب از سراسر دنیا بودن، من جمله خب کنسول اسرائیل در کانادا در تورنتو وزیر خواهم و محافظه‌کارها هم بودن. خدمت رو عرض کنم که همون شبش بدن در به گفته جویش ترایبینال آقای رضا مریدی در مهمانی بیت شابات کامیونیتی سنتر اسرائیل در تونهیل شرکت میکنن. هدف مؤسسه بیت شابات چابات اسرائیل کمک به اسرائیلی های مهاجر در تورنتو هستش. سال 2009 جون 2009 اگه به یادتون بیاد جنبش سبز اتفاق افتاد در ایران و مردم کامیونیتی ایرانی در تورنتو هم در حال تظاهرات بزرگی رو در حمایت از سلامت انتخابات در ایران برگزار کردن. در این مراسم ها هستش که آقای مریدی برای اولین بار در سیاست ایران موضع‌گیری رسمی میکنن و حضور پیدا میکنن و میبینیم که در همه جا در صفحه اول قرار میگیرن. در حال تو سیاست اصولا هیچ چیزی بدون اتفاق نیست، بدون پشتوانه نیست، بدون سابقه نمیشه بررسیش کرد. در حال فقط من اینا رو دارم میگم که حوادثا رو دارم تاریخی ورق میزنم و میگم آقای دکتر مریدی اولین نماینده ایران تبار در پارلمان اونتاریو روز جمعه 19 ماه جون طی نامه‌ای برای آقای استفن هارپر نخست وزیر کانادا خواستار ادامه تلاش‌های دولت کانادا، دولت محافظه کانادا که همونجوری که عرض کردم 100% طرفدار اسرائیل، در اعتراض به محدودیت‌های آزادی بیان و دموکراسی در ایران شد. در همین زمان نخست وزیر اونتاریو یعنی آقای مریدی 19 جون این بیانیه رو میدن و آقای دالتون مگتی نخست وزیر لیبرال اونتاریو در روز پنجشنبه 18 جون یعنی یک روز ازشون جلوتر بیانیه زیر در انتخابات اخیر ایران منتشر کرد. دولت اونتاریو عمیقا از مسائل حاکی از تقلب در انتخابات اخیر رئیس جمهور ایران نگران است. اونتاریو به طور کامل از درخواست دولت کانادا برای تحقیق کامل در مورد تناقضات انتخابات ایران حمایت کرده و آن را مورد تایید و انعکاس قرار میدهد. ما از دولت فدرال میخواهیم که به دقت شرایط حاضر در ایران را در نظر بگیرد. اونتاریو اعتقاد دارد که انتخابات آزاد و شفاف اساس یک دموکراسی قوی است و اراده مردم ایران باید در یک انتخابات آزاد، برابر و موقت و موثق انعکاس یابد. امروز به جامعه ایرانیان کانادا ملحق میشویم و از دولت ایران میخواهیم که حقوق شهروندان خود را محترم بشمارد. آرزوی من این است که این وضعیت به راه حل عادلانه و صلح‌آمیزی منتهی شود. خب خدمت شما عرض کنم که این خیلی نادره که یک نخست وزیر استان، چون میدونید نمایندگان مجلس استانی استان تو سیاست خارجی دخالت نمی‌کنن، ولی یکی از موارد نادریه که آقای دالتون مگنتی و یکی از نخست وزیرها حمایت میکنه از یک جریانی در انتخابات که خب از یک نظری مثبت تلقی میشه، ولی از نظر دیگه وقتی که نگاه بکنید آینده رو که نگاه میکنیم یک سری خطهای سیاسی از توش در میاد. خدمت شما عرض کنم که 19 ژانویه 2010 یکی از نیروهای فلسطینی در دبی توسط ماموران سازمان امنیت اسرائیل در یک عملیات بسیار پیچیده و گران قیمت ترور میشن. 26 نفر متهم بودن، بسیارشون پاسپورت های انگلیس، استرالیا، آلمان، زلند نو و چند تا کشور دیگر رو با خودشون داشتن.
خدمت رو عرض کنم که خارج چندی پیش اعلام کرد، تو 2014 اعلام کرد یکی از مأمورانی که تو این عملیات شرکت کرده و از ساکن کانادا است، یعنی کانادایی است، در حال از دولت کانادا خواسته که یک پاسپورت دیگه بهش بده و دولت کانادا هم قبول کرده. البته خارج اینو از قول یک متهم ایرانی که هستش می نویسه. خدمت رو عرض کنم که و در چند مورد می‌دونید که پاسپورت کانادایی توسط اسرائیلی‌ها در عملیات‌های تروریستی استفاده شد و ما می‌بینیم که هیچ کدوم از این سیاستمدارای کانادایی اعتراض نمی‌کنن، یعنی اکثرشون اعتراض نمی‌کنن. یکیش هم در سال 1997 بود که علیه ترور خالد مشعل رهبر فعلی حماس اتفاق افتاد در خاک اردن و پاس کانادایی ازش استفاده شده بود. بعدن ملک حسین عصبانی شد و از نخست وزیر وقت اون موقع خواستش که، اون موقع لاتینی ها بود اگه اشتباه نکنم، خواستش که پادزهر رو بفرسته و اونا مجبور شدن پادزهر رو با هلیکوپتر فرستادن و در حال خالد مشعل جونش به دنیا بود و زنده مون. یعنی در حال نشون میده که بس اسرائیلی ها به هیچ دوستی وفادار نیستن و به هیچ کسی هم اعتماد ندارن و از همه استفاده میکنن برای منافع ملی خودشون. خدمت رو از کنم که تا اینکه میرسیم به همون سال 2010، آقای در ژانویه 23 ژانویه 2010 تولد نداست و جایزه هم به آقای کاسپیان ماکان دوست پسر ندا داده میشه که گروه صلح و آزادی بوده و در حال حمایت کنندگان کمیته همبستگی با ملت ایران و هفته‌نامه شهروند بودن. خدمت شما عرض کنم در همون روز 23 ژانویه 2010 اتحادیه اروپا تحریف نفت ایران و توقیف پولهای ایران در بانک مرکزی در اروپا رو تصویب میکنه. در 25 ژانویه 2010 مجلس اونتاریو با تمام اکثریت آرا محکوم میکنه نامیدن هفته رژیم آپارتاید اسرائیل رو و بر اساس گزارشاتی که هستش تو سایت ها هستش تمام نماینده ها به این رأی مثبت میدن، یعنی آقای موریدی هم تکذیب نکردن و در حمایت از اسرائیل و از اونها حمایت کردن. 2010 برای سخنرانی می‌کنه برای دموکراسی و آزادی در ایران در میان طرفداران سلطنت در میدان ملاسمن که اتفاقا کاسپیان ماکان هم به شدت به اسلام حمله میکنه و توهین‌هایی رو به اسلام میگه. بعدش خدمت شما عرض کنم که ماکان بعدش به اسرائیل میره، یعنی هنوز چند وقتی از اون نگذشته که به اسرائیل میره و در حال با رئیس جمهور اسرائیل از طرف مردم ایران صحبت میکنه. یعنی آقای کاسپیان ماکان از تهران پناهندگیشون درست شده بود و اینجا بوده و هنوز پاس نداشتن، با پاس دیگه ای، یعنی حال هنوز به حساب خود ببینید چقدر سریع میتونن ویزای اسرائیل رو بگیرن و به اسرائیل برن، در حالی که میدونید که حتی هموطنان بهاییمون هم اگر میخوان برن، اونایی که میرن ایران باید تو نوبت باشن، میخوان برن اسرائیل برای زیارت مقبره رهبر دینیشون، بهشون مهر نمیزنن تو پاسپورتاشون و طول میکشه در حال که بهشون اینا رو بدن. آقای یالتون مگینتی که خدمتون هست که امسال 2009 در دفاع از مثلا مردم ایران اطلاعی صادر میکنن، سال 2010 توی جون 2010
در رأس یک هیئتی به اسرائیل میرن. آقای دیوید زیبر نماینده ویلو دل هم که از طرفداران سرسخت اسرائیل هستش، از نمایندگان لیبرال مجلس اونتاریو همراه ایشون بوده. خدمت رو عرض کنم که اینها در اسرائیل میرن، البته در کرانه غربی هم شرکت، دیدار کوتاهی داشتن، لبنان هم یک سفر میکنن. در 29 جولای 2010 مقاله در شهروند نوشتم و تحت عنوان لیبرال ها زمینی ساز به قدرت رسیدن محافظه‌کاران در اونتاریو، و توش از سیاست های دولت اونتاریو لیبرال ها و اینکه به کامیونیتی ها مثل جامعه ایرانی، به همه مردم ارتباط ندارن و در حال از کانال های به خصوصی خبرهاشون رو میگیرن و با اونها ملاقات میکنن و این تأثیر داره در روند دیدگاهی اونها نسبت به جامعه ایرانی، مطالبی نوشته بودم و در ضمن ازشون خواستم که چرا شما فقط میرید اسرائیل، چرا در حالی که کشورهای دیگه این منطقه هم هستن که پتانسیل های قوی دارن برای توافق های اقتصادی و معادل های علمی. در حال در تاریخ آگست 5 2010 آقای دکتر داوود فرمانی رئیس حزب لیبرال اونتاریو نایه نیچمونت هیل در شهروند پاسخی نوشتودن و از سفر آقای دالتون مگنتی به اسرائیل دفاع کرده بودن. البته ایشون توضیحاتی هم در مورد که مثلا من نوشته بودن. در حال خدمت رو عرض کنم برای بینندگان عزیز، بعد نیست بدونید که تو سیاست زمان خیلی مهمه. الان خیلی وقتی یاد گرفتیم وقتی هر حرفی رو میزنیم بدن میگیم آقا اجازه بدید چند سال دیگه مشخص میشه چه کسی درست میگه، چون بحث های کلامی است و تو عمل مشخص میشه که واقعا سیاستمداران یا احزاب چه میکنن. در جون 13 2014، یعنی دقیقا 4 سال بعد، خود آقای فرمانی پرونده وکالتشون به عنوان تخلفات توسط اتحادیه وکلای اونتاریو باطل میشه، معلق میشه. و شاید اگر کشورهایی مثل ایران بود احتمال دستگیری اینها هم بود، ولی در حال هیچ اطلاعی در دست نیست. روزنامه سلام تورنتو و شهروند هم، همونجوری من قبلا خدمتتون گفتم، و دفتر آقای مریدی هم که ایشون از مسئولین حزب ایشون بودن، از فعالینشون در کمیته جمع‌آوری مالیشون بودن، و تمام اطلاعات آقای مریدی رو به اصطلاح دارن، فعالیت هاشون رو داشتن و در حال آقای مریدی هم به شدت از ایشون حساب میبرند، هیچ گونه اطلاعی ندیدن که واقعا خب آقا ایشون یک پابلیک فیگر، یک آدمی که تو سیاست بوده، چگونه میشه که پرونده وکالتش باطل میشه. هیچ اطلاع رسانی تا الان که آگست دومه بعد از نزدیک 50 روز هیچ انجام نداد. خدمت شما از کنم این داشته باشید، بعدم توی کامنت هایی که گذاشته شده تو همون شهروند مقاله که آقای داوود فرمان نمیشتن، آقای جواد حیدری هم یک مقاله نوشتن و به یک کامنتی گذاشتن و به شدت به منده حمله کردن که من، البته به انگلیسی گفتن که من حرفام بدون حساب و بدون منطقه و فقط بدون پروف، بدون دلیل به کسی حمله میکنم. نوشته که اتفاقا من هم به همین دلیل اصلا از بنیاد پریا اومدم بیرون که سعید سلطانپور اونجا بوده. ببینید آقای حیدری خدا رحمتشون کنه، در حال آقای جواد حیدری یکی از وکلای ایرانی بودن که چند ماه پیش به دلیل تخلفات مالی که کرده بودن به ایران رفتن و در حال تو اونجا این تحت تعقیب قرار گرفتن و به رسانه‌های کانادایی کشید، در مورد کلاهبرداری چند میلیون دلاری بودش و در حال ایشون اونجا هم
گفتند فوت کرده، بعدش جنازه‌شون آوردن توی کانادا، همین دو سه ماه پیش بود که تو خبرش هم با اعلام کردیم و اتفاقا هیچ کدوم از این دوباره رسانه‌های ایرانی ننوشتند اینو، چون توشون آگاهی داشت مثل که آقای جواد حیدری همیلتون هست. یعنی نمی‌خواید دو نفر آدمی که مطلب می‌نویسن بعد از 4 سال مشخص شده که حرف ما سنددار بوده و در حال سند انجام با سند حرف زده بود. خدمت شما عرض کنم که سال 2009 آقای مریدی میشه معاون وزارت ریسرچ و اینوویشن، یعنی تحقیقات و فناوری. سال 2005 اینجا رو داشته باشید، سال 2005 دولت اونتاریو، دولت لیبرال اونتاریو با اسرائیل یک قراردادی در این زمینه همکاری های تحقیقاتی میبنده. اون موقع هنوز اینجا مؤسسه بود، هنوز وزارتخونه نشده بود. این داستانش هم بعد از خدمتتون میگم که چی شد وزارتخونه شد. در هر حال که این تحقیقات هم بیشترش پولش کانادایی ها میدن، این دولت اونتاریو میده و مثلا یک گرانتی هم داره که میدونم تا سال 2014 هستش. در حال در ظاهر علمی است و خیلی هم مثبته، ولی سوالی که هست اینه که خب چرا کشورهای دیگه، مثلا ایران نه، ایران که از نظر علمی پزشکی که خیلی بالاست، به خاطر خیلی از مسائل ایران زمینای علمیش بالاست، نمونش هم اکثر استادان دانشگاه ها، اکثر دانشجوهای دکترا اینا در کانادا الان ایرانی ها هستن. بنابراین چرا ایرانی ها نه؟ چرا مثلا با کویت قرارداد نبستیم؟ چرا با قرارداد نبستیم با قطر؟ یا تو خود عربستان سعودی یا با ترکیه؟ اینا همه کشورهایی هستند که از نظر علمی در حال دستاوردهایی داشتن، فقط چرا اسرائیل؟ ببینید، بنابراین یعنی اسرائیلی ها خیلی راحت وقتی که یک معاون وزیر اونجا قرار میگیره خیلی راحت، از نظر قانونی هم همین دیگه، حال ارتباطاتی بین کشورهایی که با هم قرارداد هستن انجام میشه. ما اصلا تقاضا کردیم از دفتر آقای مریدی که در این زمینه اگر ملاقاتی داشتن با اسرائیلی ها بگن که ایشون دفترشون جوابی ندادن، البته خیلی وقته. در حال امیدواریم که شما ازشون بپرسید. ببینید جاسوس ها اصولا نمیدونم ویکیلیکس رو دنبال میکنه یا نه، مثلا سفیر آمریکا اگر جایی هست یا سفارت سفیر جایی هستن تو مهمونی هستن، کوچکترین خبرهایی رو که شده گزارش میکنه. یعنی برعکس ایرانی ها که عادت دارن غیبت بکنن، مثلا خود رسانه ما نمی نویسن نمیگن، اونا می نویسن، مکتوب میکنن و وزارت امور خارجه میفرستن، CIA به سازمان امنیت میفرسته که این خبرها رو بدونن که آقا چه میگذره و در حال اون از همه طیف‌های فکری خبر داشته باشن. بنابراین آیا با ایشون تماس داشتن نداشتند؟ به طور رسمی خود دفتر ایشون باستی پاسخ بدن، قاعدتا هم میشه از قانونی تقاضا کرد و گرفت. ولی در حال یعنی ببینید اسرائیل یکی از بهترین شیوه هستش که بتونن آقا با یک نماینده ایرانی که اپوزیسیون هم به قول معروف هست بتونن گفتگو کنن و در حال ارتباط داشته باشن، یعنی برای اسرائیلی ارزشمنده که بتونن اطلاعات بگیرن. ممکنه خود آقای مردی رو ندونن، ولی در حال چون از سیاسیشون سابقه سیاسی نداشتن، ولی در حال برای اونوری ها خیلی مهمه، به اضافه که تحت عنوان تحقیقات هستش و خیلی کسا رو میتونن از افراد جاسوس رو توی این هیئتاشون بفرستن، کاری که همه جا میکنن تو تمام روند هست دیگه. میدونید که همین تقابلش آمریکایی‌ها با آلمان ها حتی از دفتر نخست وزیر. اپریل 27 آوریل 2010 آقای رضا مریدی در مراسم برافراشتن پرچم اسرائیل در پارلمان اونتاریو برای 62 سال استقلالش شرکت میکنه. ایشون تنها نماینده مسلمانی هستش که شرکت میکنه با حضور کنسول اسرائیل. در 21 دسامبر 2011 آقای رضا مریدی نامه‌ای به بان کی مون در مورد مجاهدین مینویسه و در مورد اشرف مینویسه. در ژانویه 22 ژانویه 2012 در نورتیوک سنتر آقای مریدی سخنرانی میکنن در حمایت از نخست وزیر محافظه کار کانادا و حمایت میکنن از
تحریما در جلسه کنگره ایرانی. تحریما طبیعی است که میامه مردم اثر خواهد گذاشت. هر چقدر هم وکلا و قانونگذارها و سیاستمداران میخوان دقت بکنن که به عامه مردم صدمه نرسه، طبیعتاً عامه مردم ناراحت خواهند شد. طبیعی است که از تحریما میشه میگن خب مردم عادی ایران هم صدمه میبینن. طبیعی است مردم عادی ایران صدمه میبینن. مردم عادی ایران دوستان 32 ساعت در تحریم رژیم جمهوری اسلامی را زندگی میکنن. وقتی آقای نخست وزیر میگن که من خوابم نمیبره از اون چیزی که راجع به ایران و کارهای رژیم ایران انجام میدم، من به ایشون حق میدم. من هم به عنوان یک انسان خوابم نمیبره، برای اینکه اگر این رژیم روزی به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه، شما میدونید که چه اتفاق میفته؟ همه هم میدونید چه اتفاق میفته. بنابراین باید خیلی خیلی مواظب باش. ما نمیتونیم ضمن اینکه باید سعی بکنیم که تحریم‌ها آثارش روی عامه مردم ایران به حد اقل ممکن برسه، ولی در این حال هم در هدفمند بودن تحریم‌ها که بتونی که الگوها رژیم رو بگیره نباید از اون هم قفلت. این در 31 ژانویه 2012 یک گروهی به نام Canadian Coalition Against Terror یه مقاله رو می نویسن. آقای استوارت بل در گلوبند مین می نویسه و ایشون از مقام نویسندگان نیست که امنیتی نویسه، با مقامات امنیتی ارتباط نزدیکی داره، تخصصش در مورد خاورمیانه هستش. اینا مقالاتی می نویسن در رابطه با سپاه می نویسه، بعدن چند تا مقاله نوشته میشه. گروه ائتلاف کانادا علیه ترور یک طرحی رو برای ممنوعیت سپاه تهیه میکنه که در 2012 تصفیب میشه. خدمت رو عرض کنم که یکی از این افرادی هم هست که آقای دانیل آیشن هستش. در 31 ژانویه 2012 دوباره همزمان میبینیم که آقای جامبرت وزیر محافظه کار کانادا در اسرائیل در کنار اروین کاتلر نماینده اسرائیلی کانادایی که در حقیقت حقوق بشری و در حقیقت چتریه که از نازنین افشینجم، اردشیر زارزاده، کاوه شهروز حمایت میکنه و در حقیقت تحت عنوان حقوق بشر توی اسرائیل علیه ایران چیز میکنن، تحریم های جدیدی رو اعلام میکنن. میبینید که خیلی از نظر سیاسی خیلی مهمه که شما یک خبری رو که میخواید بدید کجا بدید، توی این کشور خودتون بدید، اون کشور مخالف بدید، در حال همش پیام های سیاسی. در 27 فوریه 2012 آقای رضا مریدی با رادیو آوا از تشکیلات مجاهدین خلق در کانادا از تحریم ها مجدد از تحریم ها علیه ایران حمایت میکنه. آقای مریدی میگوند هر کس که علیه تحریم ها هست یا نمیفهمد یا عامل رژیم است. در مارچ 2012 29 مارس 2012 سی جی پک که معادل آی پک کانادا است، این یکی از لابی های قدرتمند اسرائیلی ها در کانادا هستش، یک مراسمی داره. میگه که این بزرگترین مراسم سی جی پک بود و 1200 1200 people from various communities came and participated in support of fostering Jewish and pro-Israel political leadership. Dr. Reza Moridi, Iranian-Canadian liberal MPP Richmond Hill, was among the politicians and dignitaries who attend the show to show their support for and solidarity with Israel, the Jewish state, with an emphasis on pro-Israel political leadership. It is imperative to understand that CJPAC's function in Canada is similar to that the American Israel Public Affairs Committee, IPAC, in the US supporting Israel, the Jewish state. فرید همش چیزایی که منابع خود یهودیان هستش. بنابراین دیگه جای حرفی نمونه که من نزدم. بنابراین
در آپریل 7 آپریل 2013 آقای نتانیاهو میگه که ما به هیچ دوستی، به هیچ دستی به غیر از خودمان اعتماد نمی‌کنیم. Referring to sanctions imposed on Iran and to the latest round of talks concerning its nuclear program, the Prime Minister said, "We appreciate the efforts of the international community to stop Iran's nuclear program, but at no stage would we surrender our faith in the hands of others, even those of the best of our friends." اینو داشته باشید. چند روز بعدش 9 آپریل 2013 آقای رضا موردی با کنسول اسرائیل در تورنتو ملاقات میکنن. البته این بار به عنوان وزیر مهاجر، وزیر تحقیقات و فناوری. یعنی واقعا آقای موردی باید پاسخ بده. اینو همه هیچ کدوم از اینا گفتم توی برنامه این هفته. آقای موردی چه میکند که خبرنگار شهروند آقای آرش عزیزی مینوشتن نبود. حالا نمیدونم ایشون میدونستن یا به ایشون هم نمیگفتن، اینو من نمیدونم. خودشون انشالله در این زمینه شفاف سازی میکنن، چون طور تو هم نیستن. ولی واقعا میشه کنسول اسرائیل کسی رو ببینه و در رابطه با مسائل ایران حرف نزده؟ به اضافه این که در تمام این ایونت های استقلال میبینیم که آقای موردی استقلال اسرائیل شرکت داشته، در تمام جلساتشون شرکت داشته. در 11 آوریل 2013 یک مهمونی کنگره ایرانی ها انجام میشه. کنگره میهمانی جایزه میدن به آقای دکتر هادی مهابادی از مسئول سابق شورای ملی مقاومت آقای رجوی در کانادا، که آقای موردی و آقای فرخ زندی که به اصطلاح رئیس سکولارهای سبز هم بودن و در حال میدن، بدون اینکه اسمی از آقای هادی مهابادی و سابقه سیاسیشون بیاد اومده باشه. قبلش هم عرض کردم یکی از تیم دیوید زیمر با ایشون مصاحبه داشت در شهروند، ولی به هیچ وجه به سابقه سیاسیشون اشاره نمیکنه. چند وقت قبل از این بود، یعنی زمینه ساز میکنن برای این برنامه. در این میان 29 آوریل بسته شدن بخش ویزای سفارت کانادا در تهران و انتقال اون به کانادا، به آنکارا هستش. خدمت شما اصلا در آپریل 18 2013 نتانیاهو میگه تنها تهدید نظامی میتواند ایران را متوقف کند. تو مصاحبهش آقای نتانیاهو با بی بی سی میگه که only direct military direct can stop Iran's nuclear program. Mr. Netanyahu warned that Iran was close to acquiring nuclear weapon and was close to crossing the red line. On peace with Palestine, Mr. Netanyahu said it was time to sit down and negotiate a lasting solution. یادتون باشه 18 اپریل 2013 دقیقاً 13 ماه پیش بوده. یعنی نه ایران بمب اتم داره، خوشبختانه توافق 5+1 هم در حال مثبته و در حال دولت ایران داره بیشتر شفاف سازی میکنه و در حال مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه، تقوی گفتگوی مستقیم با آمریکا شکسته و در حال این دفعه میبینیم که از صلح هیچ خبری نیست. اسرائیلی‌ها حمله کردن به بهانه رو بودن سه تا اسرائیلی که در کنار باختری کشته شدند، متاسفانه رو بوده شدند. و اصلا مهمتر اینه که رسانه‌های اسرائیلی، اورشلیم پست نوشتش که این سه تا جوان یک ملت رو حفظ کردن با قتل خودشون. یعنی حماس هم گفت ما ندوزیده بشون. هیچ کس نمیدونه که اینا رو کی دزدیده، ولی به خاطر اینا حمله شروع شده و میبینیم که سرکوب ها و ویرانه شدن غزه ادامه داره. ماندی اپریل 22 2013 شرکت در مراسم استقلال اسرائیل در تورنتو. آقای موردی در این سال در که در رام موزه رویال آنتاری هستش شرکت میکنن
توش می‌نویسه I bumped into Richmond till MPP Reza Moridi who was unusual, warm and engaging. We had met previously at a gathering at home of Friends of Simon Weinstall Center CEO Avi Benolo, whom along with his charming wife was also at the Yom Halmot party. بله. میگه یعنی آقای مادیدی رو مثل همیشه خونگرم و اینها بودش توی مراسم رو میگه یه همه بیکشات های اسرائیلی و طرفداراشون اینا میاد و دل بایستی خیلی هم محبوبیت داشته چون موازی که آقای مادیدی میگیرن بعدا پیوشش خط روشن‌تر میشه ولی میگه که با ایشون با آقای اوی بن لولو رئیس مؤسسه دوستان اسرائیل و طرفداران مثلا مؤسسه که از در با هولوکاست هستش ملاقات کرده بودن در خونه ایشون میگم همین هیچ کدوم از اینا در رسانه‌های فارسی نبود اصلا هیچ کدومش فارسیش نیست اصلا در بدن توی 22 تا 24 آپریل یعنی بعد از روز استقلال اسرائیل دوباره ایشون میره شیکاگو و در قرفه اسرائیل تحقیقاتی رو شرکت میکنه بازدید میکنه در نمایشگاه شیکاگو ۲۱ نوامبر 2013 مشاور امنیتی نتانیاهو میگه ما در مورد حمله به ایران آماده هستیم. We are not bluffing. Israel ready to strike Iran alone, say Netanyahu outgoing national security advisor. ۲۰ نوامبر 2013 آقای موریدی با آقای اوی بن لولو که خدمتتون چند روز پیش گفتم روز استقلال اسرائیل توی رام بودن مدیر مؤسسه دوستان سیمون وایزنتال ملاقات داشته آقای اوی بن لولو میگه که من قبلا هم با آقای موریدی توی مجلس ملاقات داشتم ایشون خیلی مثلا خیلی خودمونی بود و خیلی با ما خوب بود و میگه که در مورد روز قدس و مخالفت آقای رضا موردی با روز قدس با ایشون صحبت کردم و ایشون مخالف بود. حالا میبینید که این گروه چیز در حالی که آقای موردی در مساجد مسلمان های ایرانی و غیر ایرانی شرکت میکنه و در حال ببینید مثلا لیبرال ها هستش لیبرال میگن اطلاعی دارن میگن ما ساپورت میکنیم جویش کامیونیتی رو ولی وقتی اطلاعی میدن برای مسلمون ها تبریک میگن عید فطر رو مثلا چه جاستین ترودو گفته چه برخی از وزرا گفتن یک سنت دیگه یا در مورد عید نوروز که میگن اولا اصولا پرشن به کار میبرن ایران به کار نمیبرن ولی نوروز رو تبریک میگن ولی حمایتی از کامیونیتی ایرانی نمی کنن چون حمایت یک مفهوم خیلی گنده تر داره مفهوم اقتصادی سیاسی فرهنگی داره فقط تبریک میگن اینو داشته باشید آقای رضا موردی میگن که The Iranian and Jewish community have a great mutual cultural and historical background to share in the interest of our common goals and values noted Mr. Moridi I believe as Canadians we should build bridge between various communities that help foster tolerance and understanding. He added. ببینید خیلی حرف قشنگیه ولی در ریالیتی اینی که به راستی آیا به غیر از یک درصد خیلی اقلیتی از یهودیان کانادا که طرفدار صلح هستند کدوم یکیشون علنی در کنار مردم ایران وایستن کدوم یکیشون علنی مخالفت کردن با حمله ای که هر روز میگن به ایران حمله میکنن کدومشون مخالفت کردن با تحریم ها و جنگ های اقتصادی علیه ایران مردم ایران و جامعه ایرانی در کانادا همشون اکثریتشون حمایت کردن و خواستار تحریم های بیشتر شدن علیه ایران آشکارا و پنهانی آشکاراشو که میبینیم پنهانیش هم هستش دیگه ببینید عرضم کردم خدمتون دیگه مردمی که رئیس جمهور خودشونو که صلح امضا کرده
ترورش میکنند، شما چه توقعی میخواید داشته باشید؟ در حالی که حتی اونوری ها عرفاتی رو با اینکه عرفات خیلی سازش کرده بود ولی به عنوان قهرمان ازش یاد کردن. یا آخرش هم میدونید که 3 سال دفترش رو نابود کردن، محاصرش کردن، بعد از 3 سال هم که مسموم شدش، گزارش زیادی هستش که بر اساس بیماری مسموم شد، مجبور شدن با وساطت فرانسوی ها ببرنش بیرون از همون محلی که بود و در حال در پاریس هم در بیمارستان درگذشت. خدمتتون عرض کنم که اینی که خب بعدن این که کامیونیتی ما داره، اولا بعدش هم میگن یک بارم آقای عبی بن لولو میگه ما یک بارم با جامعه ایرانی ملاقات کردیم در رابطه با همین مسائل. خب این کجا بوده؟ کیا بودن توش؟ ما مشترکاتمون با کامیونیتی اسرائیلی چیست؟ واقعا این همش چیزایی که باید تعریف بشه دیگه. واقعا چه چیزایی منافع مشترک؟ خیلی خوبه همه بدونن دیگه. ببینید دولت ایوان و دولت اسرائیل با همدیگه در جنگن و چه بخوایم چه نخوایم شهروندانی که شهروندان این دو کشور تزن تحت تاثیر عواقب سیاسی اقتصادی نظامیش هستند. و این تو کانادا وقتی تحریم میکنند ایران رو به هر دلیل، هر گونه معاملی با ایران جرم زندان داره، ما به عنوان یک شهروند کانادایی علارغم اینکه میدونیم ناعادلانه است ولی به عنوان قانونمند عملش میکنیم، بهش احترام میذاریم. درست؟ ببینید کسی که میگم رفته باشه اسرائیل بره ایران حتما مشکلات خواهد داشت، کما اینکه خود سفارت اسرائیل تو اینجا به ایرانی ها ویزا نمیدن مگر اینکه طرفدارشون باشه. اگر هم حتی پاس کانادی داشته باشید برید تو اونجا تو فرودگاه، حتما حتما سعی میکنن تحقیرتون کنن، حالتون رو بگیرن، 7-8 ساعت نگرتون دارن. الان که اصلا نمیدن، ولی قبل از این مثلا اگر آتش بس باشه اینا اذیت میکنن. خب بس اینا چگونه دوستی برای دوست ما هستن که همش دارن به ما آسیب میرسونن، همش باعث فشار بیشتر میشن، همش ببینیم نشنال پست میاد کوچکترین چیزی که اتفاق میفته میاد بزرگش میکنه، مثلا میشه دلال اتمی، هر خبری رو مینویسن علیه ایرانیا بزرگش میکنن. کدوم دیالوگ رو اینها حاضر شدن که انجام بدن؟ در حال ببینید چند تا مسئله هستش که بایستی بدونید. ببینید مثلا آقای مایکل چن وزیر مهاجرت قبلی وزیر توریسم بودن اون موقع، روز 27 فوریه 2014 ایشون با یک رسانه چینی صحبت میکرد، بعد انتقاد میکنه به هارپر که آقا ایشون از اسرائیلی ها و یهودی ها خیلی حمایت میکنه، تعویض قائل میشه بین اینها و بقیه اقلیت ها، به شدت بهش حمله کردن. فرداش آقای چان معذرت خواهی کرد، گفت من قصد نداشتم، من چیز بدی نگفته بودم و قصد نداشت و چیز مثلا کار بدی هم نکردم، من منظوری نداشتم. یعنی ببینید اینجا هست که بایستی درستم گفته آقای چان. یک نمونه ای که هست اینه، باید این سوال رو کرد چه کسانی واقعا نمیخوان که اصلا جامعه ایرانی یا چینی ها یا بقیه کامیتی سنتر های مختلف داشته باشن، مراکزی از خودشون داشته باشن. چون یک دولت یک بودجه ای دارن، دولت استانی و فدرالی، که کمک بکنن به همه کامیتی ها بر اساس قانون عمل میکنن دیگه. خب اگه شما کامیتی ایرانی کامیتی سنتر داشته باشه تو ریچمونتی که آقای موریدی الان 7 سال نمایندش هستن اونجا و ما هیچی نداریم، حتی دیدن زیر پله‌ای هم نداریم اونجا، خب بایستی سهم بدن دیگه. خب چگونه میشه که خب اگه بدن سهم از این سهم دیگه باید کم شه دیگه، این بیشترین سهم رو کیا میگیرن؟ وقتی برید دنبالشون ببینید میبینید اتفاقا خود 2007 آقای موریدی تو یورک ریجن داره مطلبی دارن که 15 میلیون دلار فقط به مؤسسه چی دولت لیبرال به چیز کمک کرده، جویش کامیونیتی کمپس گیتینگ 15 میلیون دلار. میگه که The Joseph and Wolf
Lebovic Jewish Community Campus received a 15 million grant as liberal candidate Reza Moridi correctly stated. بله این سپتامبر 28 2007 بوده. به این کامیتی ایرانی 300 هزار تا هست، شاید هم بیشتر. کامیتی یهودی ها 380 هزار تا هست. کامیتی ایرانی یه دونه کامیتی سنتر هم حتی نیستش ها، چون اگر باشه مشخصات دیگه ای داره، بنیاد دیگه ای هستش. شاید تمام پول هایی که دولت فدرال اونتاریو به کامیتی ایرانی و بقیه حتی بقیه جاهای داده باشن، شاید تو تمام طول مهاجرت 25 سال ایران 2 میلیون دلار نباشه، در حالی که بیشترین تأسیسات، بیشترین مراکز متعلق به یهودیان هستش، بیشترین کمک‌های مالی رو می‌گیرن، خاطر پشتوانه‌های اقتصادی هم همه اینا مرتبط قانونمنده ها. این دولت میگه آقا شما هستی مثلا، چون دولت پول زمین نمیده، میگه شما باید جا رو داشته باشید، من کمک می‌کنم بهتون برای ارائه خدمات. خب وقتی شما جا نداری، این خیلی بهت بده مثلا 5000 دلار 10000 دلار، مثل سازمان زنان که اتفاقا مسئولیشون با دفتر نخست وزیر اونتاریو هم خیلی ارتباطات دارن، میدونم مثلا 25000 دلار 50000 دلار همش پولای میگیره، یعنی خیلی پولی نیست اصلا. برای خیلی راحت قانونا شما نمیتونید بدی پولی بگیری. میگه شما که جایی نداری، که امکاناتی نداری، برای اصلا شما نمیتونید فرمای گرانتشون رو پر بکنید. در حالی که یکی از این جایی که دارن میسازن، فقط اخیری که دارن میسازن، چیزی در حدود 150 میلیون دلار هزینه شه، یک بخش عمده ایشو دولت فدرال و دولت اونتاریو داره میده. میگم همه اینا قانونیه، طبق قانون انجام میشه، هیچ کار غیر قانونی هم نیست، چون این وریا هیچ کسی چی نداره. وقتی شما نداری دیگه نمیتونی ازشون چیزی بخوای. پس الان میفهمی که دستهایی در کاره که نمیخوان کامیونیتی ایرانی وحدت داشته باشه، نمیخوان کامیونیتی ایرانی از نظر اقتصادی قوی باشه، نمیخوان کامیونیتی ما بتونه رو پای خودش وایسه. خب اینا همش هستش دیگه. متاسفانه خیلی کسا هم نمیدونن این چیزا رو بدن. باید بگردیم ببینیم خب چه کسانی هستن، چه کسانی منافع اونوریا رو حفظ میکنن، چه کسی برای این وری من تلاش میکنن، چه کسی. در حال همش سوالاتی است که حالا ادامهش میدم خدمتتون. هفته مارچ 2014 آقای موردی مجددن در مراسم سی جی پک شرکت میکنن، همون کنیدین بزرگترین لابی یهودیان طرفدار اسرائیل در شرکت میکنن. خدمت شما عرض کنم که بعدن چون امسال انتخابات بود دیگه روز استقلال چیز و استقلال اسرائیل ایشون نمیره، چون نزدیک انتخابات بود، ولی کتلین بین و آقای چند تا دیگه میرن. ببینید در حال اینو داشته باشید. از اون ور ما میبینیم که توی اکتبر 4 2013 آقای رضا موریدی از آقای جیمز مورتن نماینده لیبرال تورنهیل حمایتشون اعلام میکنن. سلام تورنتو هم که ادعا میکنن طرفدار صلحن، صحبت میکنن و اتفاقا ایشون هم میگه که من نه آقا من طرفدار صلح همون، در حالی که ایشون توی چیز توی نمازم هم ایشون دیرتر اعلام میکنه، ولی آقای جیمز مورتون در اکتبر 4 2013 توییتی میکنه که نوشته که از طرف نتانیاهو میگه باید حتما ایران رو بمب زد. بعد از این سمیسه توی فیسبوک توی میگه بینگ پرو ازرائیل توییتر آقای جیمز مورتون که آقای رضا موریدی ازش حمایت کرده، میگه نه آی ام ساپورتر آف اسرائیل، آی ام ممبر آف لیبرالز فور اسرائیل، آی بای اسرائیلی گودز اند هاف ویزیتد اسرائیل، آی هاف فامیلی این اسرائیل اند آی ام پراود آف مای کانکشن تو اسرائیل، بات این تروث آی ام نات ان اکتیویست اند دیز گو بای ویداد منشنینگ اسرائیل. ببینیدم همش اینا از اینا منابعش هم همش منابعی که از اسرائیلی های کانادایی است، یعنی میگم هیچ کدوم از اینا توی چیز فارسیش نیست. آقای جیمز مورتون در آخرین
فیسبوکی که گذاشتن جولای 23 در رالی ساپورت عملیات تجاوزکارانشون به غزه شرکت کردن و با افتخار از اسرائیل دفاع میکنن. آقا میگم آقا شما 1600-700 نفر این بر کشته شدن، اون بر 800 تا شدن آقا غیر نظامی هستن، یکیشون غیر نظامی اسرائیلی، اون بر یا پناهگاه دارن، این بر یا پناهگاهشون آسمون خداست، دیگه پولی هم نمونده که میخوام برن زیر سیر ترکش قرار بگیرن. یعنی واقعا دیگه همه دیگه این بی‌عدالتی و این فاجعه انسانی رو دارن میبینن. و شما چگونه دفاع میکنید؟ واقعا از شما اینا همش جای سواله که البته خودتون باید جواب بدید دیگه. این ما که خودتون که بیننده هستید دیگه بایستی ببینید. واقعا در سیاست پلانکاری خیلی خطرناکه. یعنی وقتی که وگرنه آقا همه چیز رو باشه، مثلا ایرانی ها ملاقات کردن با آقای جانکری خیلی خوبه، آقا علنی انجام میشه، حالا چی گفته شدش بعداً در میاد، ولی آقا علنیه. وقتی چیزایی که مخفی باشه و با خطرناکه، وقتی ننوشته شده باشه، یعنی شما میتونید با هر کسی علنی ملاقات کنید، از تا مردم که بدونن آقا چشکال نداره گزارش گارن بدید با هر کسی که باشه، چون اون موقع دیگه چیزی پنهانکاری وجود نداره دیگه. ببینید آقای موریدی با توجه به ارتباط نزدیک و خوبی که با لابی اسرائیل در کانادا دارن، با توجه به دوتا پست وزارت و موقعیت سیاسی که دارن، پست وزارت علوم هم هستش، واقعا بعد ازشون پرسید چه عملی در رابطه با نقض حقوق بشر اسرائیل در حمله به غزه و دفاع از مردم بی گناه داشتن؟ آیا ایشون از این موقعیتشون استفاده کردن به عنوان یک انسان، به عنوان کسی که خودشون جوانشون تو اونجا از دست رفت و اون جوان ها و کودک هایی که اونجا کشته میشن، حداقل نگرانی های بخش های عمده از جامعه ایرانی، بخش های مسلمانی از ریچموند هیل، بخش های روشن مترقی ریچموند هیل که مخالف حمله اسرائیل هستن، موافق صلح هستن، صلح پایدار، صلحی که برای هر دو طرف باشه، موافق امنیت برای هر دو طرف هستن نه برای یک طرف، آیا تا حالا این رو به نمایندگان اسرائیلی گفتن؟ ببینید الان جنگ 26 روز شروع شده، جنگ ناعادلانه، ولی یک کلامشون تا حالا صحبت نکردن. ببینید هر جایی که اسرائیلی هستن ایشون بودن و حمایت هم کردن به گفته رسانه‌های خودشون، یعنی از همون سالها بوده، ما هم غفلت کردیم و هیچ کدوم از اینا رو نرفتیم دنبالش. یعنی واقعا پشت اون سادگی و اون لبخندی که آقای موریدی داشتن نشون میده یک سیاست آگاهانه‌ای بوده. و دقیقاً کسی که از این هواداراشون اتفاقا داشتم چند روز پیش صحبت میکردم، گفت ما براشون 30-40 هزار دلار کمک مالی جمع کردیم دیگه گرانیت کلاب. بنابراین من گفتم که در حال داستان اینه، واقعا هم نمیدونیم واقعا چگونه بگیم. گفت خب آقا مثلا یه دونه آگهی میذاریم تو روزنامه، آقا ایشون به جامعه ایرانی نیاز داره؟ گفتم فکر نمی کنم دیگه، چون با توجه به این ارتباطاتی که گسترده‌ای که پیدا شده و با اون ارتباطاتی که داخل اونجا هست، مخصوصا به عنوانی که ایست که ایرانیه و مسلمونه و در حال میبینیم که چون یک اسرائیلی اگر بیاد بگه مثلا به ایران حمله بکنید یا تحریم بکنید یا سیاست های دولت ایران رو محکوم بکنه، خیلی کسا موضع میگیرن، ولی یک ایرانی بگه خب خیلی کسا من جمله خود ماها سکوت میکنیم یا تشویق میکنیم. و من این سوالی که هست اینه، آیا واقعا وزارت علومی که به ایشون دادند آیا به خاطر همین ارتباطات هست؟ آیا واقعا نمیشه این سوال رو میشه کرد که آیا واقعا اسرائیلی ها نمیخوان از طریق ایشون دسترسی پیدا بکنن به نخبگان دانشمند ایرانی، به دانشجویان ایرانی که هزاران نفر هستن در دانشگاه ها؟ البته بدونی که ایشون خودشون بدونن یا اینکه بدونن من نمیدونم، خدا میدونه، الله اعلم، ولی واقعا بعیده، چون ایشون طالع نشده یک بار مثلا توی تظاهرات طرفدار فلسطینی ها شرکت کرده باشه. برای این نشون میده خط و موضع داره دیگه ایشون، یعنی خط سیاسی داره ایشون. بنابراین آیا واقعا میشه اینجوری باشه؟ چون خیلی بعیده که توی یک استانی شما
به یک غیر سفید پوست رو دو تا پست بدید، مگر اینکه ارتباطات خیلی قوی داشته باشید، مگر اینکه شما از لابی اسرائیلی ها حمایتتون بکنن، که خب شواهد نشون میده که میکنن، ولی واقعا اینکه چه کاری به نفع، چه کاری تونستید به نفع جامعه ایرانی انجام بده؟ واقعا سعی میکنن که بگن جامعه ایرانی و جامعه اسرائیلی دوست هستن. ببینید من عرض کردم خدمتتون، آقای موردی با آقای دیوید زیمر نماینده لیبرال بیلودل که اتفاقا خیلی هم فعال و طرفدار شدید آتشین اسرائیلی هست تو تمام زمینه ها هستش، تو تمام مثلا برای روز خودشون به شدت تلاش کرده بود که این لغش این مجوزش که نتونسته بود و تمام کاری که در تو با اسرائیل ایشون شرکت داره. ببینید آقای دیوید زیمر حتی خودشون هم دینای نمی کنه، همه جا میگه، با افتخار هم میگه. ببینید ولی اشکال از اونجا پیدا میشه، یعنی سوال از اونجا پیدا میشه که دیوید زیمر آقای مهرداد حریری که تو یه بار مقاله نوشته در شهروند در رابطه با اینکه ارتباط با اسرائیلی، جامعه اسرائیلی به نفع جامعه ایرانی هستش، ایشون رئیس حوزه انتخابی بیلودل بودن، همسر خانم لیلی پورزن هستن که ایشون هم از تیم آقای دیوید زیمر هستن، از اون طرف آقای دیوید موسوی هم که در هر حال تمایلات اسرائیلیشون بیشتر از من ندیدم تمایلات این طرفی داشته باشن، چون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تو این مواقع سکوت کردن و در حال تا قبلش هم به نفع اونوری ها هستن. چون میتونیم اگه شما این نفری که نماینده ای که 100% طرفدار اسرائیل شما باشید بدن طرفدار ایرانی ها هم باشید، خیلی مشکله. به یک چیزی یادتون باشه، شما ایدگاهتون کانادا ایرانی باشه این مسئله قابل حله، بعد اون موقع دیدگاهتون کانادا ایرانی دیگه اون موقع شما حق ندارید تو امور ایران دخالت بکنید، ولی اگه دیدگاهتون ایرانی کانادایی، لابی اسرائیلی ها، جامعه اسرائیلی ها در اینجا با ما دوست نیستن، چون خیلی ما رو اذیت کردن، خیلی برای جامعه ایرانی سنگ تراشیدن، مشکلات بزرگی تراشیدن. اگر هم آقای موردی در اونجا هستن بی برو برگرد صدای اونها هستن، فارسی زبان هم تمام خطای اونا رو پیش میبره. شما برید ببینید توی بسته شدن سفارت، بسته شدن کنسولگری، آوردن آقای رضا پهلوی توی مجلس، تلاش حمایتشون از سازمان مجاهدین و رجوی که یکی از خشونت‌ترین سازمان‌های تاریخ معاصر ایران هستن، حمایتشون، حمایتایی که غیرعلنیه ولی از آقای کاوه شهروز در ریچمونتیل، که کاوه شهروز هم 100% از لابی اسرائیلی ها همونجور که عرض کردم از آقای اروین کاتلر حمایت میشه، یا خانم لیلی پورزن که توسط لابی یکی از طرفداران اسرائیل آقای آرت اگلتون رسما حمایت شد. ببینید و خانم لیلی پورزن مثلا من فعال حقوق بشر هم، ولی ما ندیدیم یک بار در مورد حقوق بشر این مردم بیدفاع هم فلسطین یا حتی خود بومیان اینجا یا سمیتین یا رفتار خشونت پلیس در مونترال، تورنتو و برخی جای دیگه نظر بدن. ببینید خب وقتی شما وقتی ها در کنار قدرت هستید یا سکوت میکنید، برای چگونه میشه باور داشت که شما در یک شرایط سختی که مثلا درگیری بشه، علیه ایران حمله بشه، مثل جریان غزه، غزه که هیچ کدوم از فرماندهان حماس کشته نشدن، که مردم معمولی کشته میشن، ایران هم همینجور خواهد بود، یعنی اگر حمله بشه که مردم معمولی خب کشته میشن دیگه، شهرهای ماست که نابود میشه دیگه، ما این که عقب میفتیم، مردم ماست که عقب میفتن. خب بس شما چرا موضع نمیگیرید؟ خب وقتی شما الان نمیتونید موضع بگیرید، اون موقع میخواید موضع بگیرید؟ آیا واقعا میشه پذیرفت که شماها خطدار عمل نمیکنید؟ در حال به نظر من دوستیشون رو جامعه اسرائیلی بایستی نشون بدن و ما تا حالا هر چی دیدیم ازشون دشمنیه. و در حال دکتری که هست اینه که کانادا کشوریه که در حال قانونمنده، بایستی از شیوه های مدنی
سعی کرد که این مسائل رو باز کرد و به مردم گفتش. و در حال اینهایی هم که ما گفتیم دیگه خودتون میدونید. دیگه خدمت شما عرض کنم که به آخر برنامه میرسیم، خیلی هم طولانی شد البته، ولی یکی از مستندترین برنامه هاییست که در رابطه با نفوذ کمیته اسرائیلی در جامعه ایرانی گفته میشه و دیگه این دیگه شمایید و شمایید باید قضاوت بکنید. جایی واقعا اونها کمکمون کردن، اگه کمک کردن که بگن دیگه، بگن ما هم بدونیم بقیه هم بدونن دیگه. ما که بغیر از کارشکنی و این چیزها ما چیز دیگه از اینا ندیدیم. در حال فقط یادمون باشه که مجانی سرباز صفر کسانی که دشمن ایران هستن، کسانی که دشمنان قسم خورده ایران هستن، کسانی که نمیتونن سربلندی ایران رو در کلن ببینن، کسانی که بر اساس یک کتاب آسمانیشون معتقدن که آقا همه اون مناطق تا فرات تا بین النهرین باید مال اونا باشه. در حال نه هست بینید سوالات جدی هست اینه که هم اسرائیل هم فلسطین حق حیات دارن، دو تا کشور رو بایستی باشن، هر دو تا کشور بایستی حق یک اقتصاد خوبی داشته باشن، مردمشون بتونن در کنار هم زندگی بکنن. برای این کار قبل از هر چیز اینه که اسرائیل بایستی قطعنامه‌های سازمان ملل رو بپذیره. در حال میبینیم وقتی اونجا درگیری میشه مشکلات هم اینجا میاد، و وقتی که میبینیم الان در 26 رأس خبرهای کانادا هم هست، ولی دریغ از این که مثلا نشریه که مدعی است و بسیار از نشریات ایرانی رسانه‌های کامنتی ما یک کلامی توش بنویسن، تحلیل بکنن، جامعه را آگاه بکنن که حداقل بدونیم آسیب‌های جامعه کدوم دوستانمون کوکیان، دشمنانمون کیان. امیدوارم شاد و شادکام باشید. من به آخر برنامه راه حل در تلویزیون یو اس ایران تی وی، یکی از معدود تلویزیون هایی هستش که بدون سانسور مستقل و مردمی است. تنها تقاضایی هم که از شما داریم اینه که برنامه رو ببینید، به اطلاع دوستانتون برسونید. اگر اشتباه کردیم تصحیح بکنید، اگر مدارکی دارید به ما بدید که ما بتونیم این بحث رو